سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز یکم ویدیو متفاوته. پشت دوربین خواهرم یه سری سوال در مورد این 4 سال دانشگاه میپرسه و من سعی میکنم جواب بدم. خب شروع کنیم. کلاً از دانشگاه راضی بودی؟ از دانشگاه من خیلی راضی بودم. کلاً بد شروع شد اون اولش، یعنی رشته ای نبود که من خیلی دوست داشته باشم و یعنی با این بینش رفتم دانشگاه، ولی دانشگاه یکی از بهترین تجربه هامه، شاید حتی بگم توی طول زندگیم بهترین تجربه هم دانشگاه، حتی از مدرسه دبیرستان و راهنمایی اینا خیلی بهتره. و واقعا پشت کنکور موندن اشتباه محضه، یعنی یک بار پشت کنکور بمونین خوبه ها، حسرتی تو دلتون نمونه، ولی 2 سال 3 سال 4 سال هم افتضاح، انقدر دانشگاه خوبه و درهای جدیدی به روتون باز میشه که واقعا دانشگاه میتونه بهترین تجربتون باشه. بهترین خاطرات از دانشگاه چیه؟ بهترین خاطرم کلن به نظرم اون وقتی که پانتومیم بازی میکردیم بهترین خاطرمه، چون من پانتومیم خیلی دوست دارم و یه دوره بود توی کرونا هم بود، البته نه خیلی اوایل کرونا، ولی اون آخراش دیگه با ترمبالاییامون تقریبا هر روز میرفتیم و یه 2-3 ساعتی پانتومیم بازی میکردیم، یعنی از اول تا آخرش هر جایی که میرفتیم پانتومیم بازی میکردیم و واقعا اون روزا بهترین خاطراتمه. خیلی میخندیدیم سر پانتومیم و خیلی خوش میگذشت. خب بدترین خاطرت چیه حالا؟ بدترین خاطره؟ واقعا بدترین خاطره ندارم، یعنی اینجوری نیست که بگم یه اتفاق خیلی مهمی برام افتاد که اون بدترین خاطرمه، اصلا اینجوری نیست. شاید مثلا با دوستان یه 2-3 بار مثلا یه بحث کوچیکی پیش اومد، یا مثلا درسی اونقدر اذیتت نکرد؟ نه اصلا درسی اونقدر اذیتم نکرد، اصلا اینجوری نمون درسی رو بیفتم حالا بخوام خیلی سخت پاسش کنم، خیلی اذیت بشم. واقعا بدترین خاطری نداره، شاید بدترین خاطره همین چند روز پیش باشه که از هم خدافظی کردیم و خیلی خیلی غمناک بود. واقعا بدترین خاطره شاید همینه. سخت‌ترین درس چی بود؟ سخت‌ترین درس الان که بهش فکر میکنم اصلا هیچی یادم نمیاد که مثلا واسه کدوم خیلی شب بیدار موندم، در واقع واسه هیچ کدوم اصلا شب بیدار نمونده، اصلا من نمیتونم شب بیدار باشم، ولی در کل حس میکنم آناتومی خیلی سخته، یعنی هر چقدر آناتومی بخونی، 2 بار بخونی 3 بار بخونی 4 بار بخونی بازم یه چیزی هست که یادت بره و یه چیزی هست که نخونده باشه. کل آناتومی از همه سخت‌تر بود به نظرم. از همکلاسیات راضی هستی بودی؟ از همکلاسیام خیلی راضیم. کلا کلاسی بودیم که معروفم بودیم، همه با هم خوب بودیم. درسته مثلا ترم 1 بیشتر با هم خوب بودیم، یعنی اینجوری بود که کلا ترم 1 البته همه کلاسا اینجوریه که همه با هم میرن بیرون، هر جا میرن همو ول نمیکنن، ولی بعد که یکم میگذره هر کسی گروه گروه میشه، به خصوص حالا تو علوم پزشکی چون تو بیمارستان هم میریم، هر کس گروه خودشو داره، دیگه کلا جدا میافته. ولی خب رابطه من به شخصه با همه بچه‌ها خوب بود و راضی هم از بچه های کلاس هم، هر چند دوستای صمیمی صمیمیم از هم کلاسی هم نبودن ها، ولی از بچه های کلاس هم خیلی راضی هم. توصیه برای ترمک ها، ترم اولی ها چیه؟ کلن توصیه هم به کسایی که وارد دانشگاه میشن اینه که 4 سال فوق‌العاده ای رو پیش روشون دارن، به خصوص اگه بچه های کارشناسی هستین، یعنی پزشکی دندون پزشکی نیستین، حالا حتی اگه پزشکی و دندون پزشکی هم هستین اون 4 سال اولتون بیکارین خدا وکیلی، یعنی اینجوری نیست که خیلی سرتون شلوغ باشه، خیلی میتونین ازش استفاده کنین، هم میتونین تفریح زیاد کنین و هم میتونین یه مهارت یاد بگیرین، یعنی منظورم وارد دانشگاه شدین یه هدفی واسه خودتون بذارین که من تو این 4 سال مثلا باید یه چیزی هم یاد بگیرم، حالا میتونه موسیقی باشه، میتونه یه زبان باشه، میتونه یه ورزش باشه، هر چی، ولی انقدر تایمتون زیاده و هیچ مسئولیتی ندارین که به نظر خیلی فرصت خوبیه ازش استفاده کنین، یعنی اینجوری نباشه که کلش هم به تفریح بگذرونین، یا اینجوری نباشه که مثلا کلش شما تو خوابگاه بخوابین هیچ کاری هم نکنین، حداقل اگه میخواین تفریح هم کنین جانانه تفریح کنین که دیگه حسرتی به دلتون نمونه. حالا به نظرت چرا ترم اول عاشق باشه؟ این سوال خیلی خوبیه، ولی
نمیدونم تو دانشگاه ما شاید برعکسه، به نظرم اتفاقا باید ترم اول عاشق شد، چون اگه عاشق نشد دیگه هیچ کس نیست، یا ترم اول عاشق میشین ول میزنین یا دیگه من بعدش هیچ کس نیست واقعا. یعنی شما واسه اون آدم ها تکراری میشن، شما همون ترم اولی که یه عالم آدم جدیده و اون آدم های جدید اتفاقا به شما توجه میکنن، بعدش دیگه همش تکراریه. هیچ کس تو مثلا اینجوری نیست که مثلا ترم 3 4 تو بخوای با کسی خیلی آشنا شی. به نظر برگردی به عقب، چه کاری انجام نمیدی؟ چه کاری انجام نمیدم؟ چه کاری انجام نمیدم؟ واقعا چیزی نمیدم، از همه کارام راضی هم. چه کاری انجام میدم دارم، ولی چه کاری انجام میدم اینه که ارتباطاتم گسترده هستا، یعنی من دوست خیلی زیاد دارم، اما تو اون حوزه‌ای که باید دوست کم دارم، یعنی مثلا تو حوزه تحقیقاتی ارتباطاتمو گسترده تر میکردم و این خیلی به اون روندی که من در پیش داشتم خیلی کمک میکرد. یعنی اگه من یه سری دوست داشتم که تو حوزه تحقیقاتی بودن، مثلا کارشون تحقیقات بود، مثلا خیلی از بچهای کمیته تحقیقات، من با هیچ کدومشون دوست نبودم متاسفانه، که اگر باهاشون دوست می‌بودم تو این روند منو خیلی جلو مینداختم و من متاسفانه همه کارهای مثلا تحقیقاتی ما تنهایی کردم و اصلا هیچ کس نبود منو راهنمایی کنه، کمک کنه. کلا برگردم عقب، دایره ارتباطاتمو با آدمای مهم زیادتر می‌کنم. کنم بچه دانشگاه خیلی تجربه خوبیه، حتما ازش خوب استفاده کنید، هم میتونید درستتون رو بخونید واقعا، هم میتونید تفریحتون رو کنید، یه بالانسی رو نگه دارید و اگه اینجوری باشه خیلی بهتون خوش میگذره و به نظرم جز بهترین کلن خاطراتتون بهترین دورتون میشه، به خصوص کارشناسی دیگه تو ارشد و دکترا و اینا کسی خیلی یعنی بهش خوش نمیگذره و کار اونقدر مفیدی نمیتونه کنه. خیلی خوب استفاده کنین، اگه کنکوری هستین، اگه تازه میخواین وارد دانشگاه شین، قطعا بهترین تجربتون میشه. پشت کنکورم اصلا زیاد نمونی. من خودم قصد داشتم یه سال دیگه هم بمونم. کلا اگه پشت کنکور بخواین یعنی یه سال پشت کنکور بمونین، میافتین رو این دوری که هی من میخوام پشت کنکور بمونم، یعنی یکی باید جلوتونو بگیره و خلاص اصلا این کارو نکنید دیگه. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.